خود را تنیم کنیم، سیب و سرود خود را تو تقسیم کنیم، سیب و سرود خود را تو تقسیم کنیم. السلام علیکم، خوش آمدیم به برنامه قرنطین. من نبی روشن، یک ساعت تمام از ساعت 7 تا 8 امشبم در خدمتتون هستم. در یک ساعت چیزایی که در برنامه اتفاق میفته کلش به طور زنده خواهد بود، مثل ازی بدانید که همین لحظه شما هم در همین خانه هستین، یا مرا احساس کنین که در اون خانه هستین که شما هستین. هرچی اتفاق میفته از این دریچه بلورین که نامش تلویزیون است، شما هم شریک هستین. در این برنامه هم مثل برنامه های قبلی ویدیوهای شما را خواهد داشتیم، مصاحبه با آوازخوانا خواهد داشتیم، با آدمای مطرح خواهد داشتیم و با سیاستمدارا خواهد داشتیم که این بستگی داره به تماس اوکی کردن از اونا. خب چطور هستین با اوضاع قرنطینی شما؟ من فقط اینمی قدر خوش هستم که صبح میشه میخیزم میایم در خانه سوسو میگردم، در پالی از این که کارهای خانه را بعضیاش انجام میتونم، یکان ورزش های اینا میکنم، مطالعه میکنم، یکان رسکار که بر من روان کردن که چالش میکشتن سر پنجه را برو اونا را تمرین میکنم. اینمی ها در پالیش عبادت خواهست، او را خود نمیتونیم در پالی کار بیاریم چون سر ما هست که باید کار بکنیم. حالا میخواییم ویدیوهایی که شما فرستادین را از طریق واتساپ که فرستادین اونا را ببینم، زود پس میایم. سلام کوپریشن، کنون را چیزی بکرم چیزی تو افنتی پنج این چونو میکنی چیزی تو افنتی مشکی شکست بوشین چیتا دو افنه دهی دو مشکی شکست. مستم بی بی مایم بنده کستی بایده خدا جان نماتی کستی نماتی همتی مستبا دردنی کستی دربینی چم درمیلاتی کستی سلام دوستای عزیز، میگم که ویروس کرونا آمده، کرونا باید دستهایتان با آب صابون به مدت 20 ثانیه بشوین. از تماس نزدیک با اشخاصی که زکام و یا رسش دارن خودداری نمایید تا حد امکان از رفت آمد به جای پر ازدحام و بیروبار بپردید. اگر سرفه رزش و زکام دارید باید ماسک بپوشید. برای بلند مقاومت بدنتان از سبزیجات و میوه‌جات بیشتر استفاده کنید. اگر امراض قلبی، تنفسی، شکر یا هر مرضی دیگر داشته و مجبور شدن به ورز ویروس کرونا در خانه باشین و از رفتن به بیرون بپردید. ویروس کرونا را صادر نگیرید. سلام به کاکا نبی روشن نگهتی هستم و میخوام شما را یک چلنج نمیتونم. این آخریش نمیتونم، اما مریم جان از تخار خیلی خوب گپ زدن. قندولک خودش اسنپ‌چت جور کرده بود، در جای خود گل مانده بود، چه یک لونگه که معقول زده، چه یک مویکایی داشته ایسی مثال خورد خود. آفرین مریم جان. آله میخواییم ببینیم که امین مصطفی صوفی کجاست؟ گم گم است. ببینیم که در اید خوب پیدایش نکردیم، بعد از اید همراه مصطفی صوفی اید میتونیم. صوفی صاحب سلام. روشن صاحب عزیز سلام علیکم.
سلام های بسیار گرم و صمیمانه و پر از مهر و صفا خدمت خودت، خدمت سلام. تمام تیم نازنینت که کار میکنن و زحمت میکشن در این روزای پرمشقت، و یک سلام بسیار خاص و صمیمانه خدمت مردم عزیز افغانستان که همین لحظه به طور زنده مر از این اتاق کارگاه هنریم از طریق پرده تلویزیون یک و برنامه زیبای خودت میبینن و بسیار خوشحال هستم که بعد از دیر باد خودت رو در رو میبینم. آها سلامت، زنده باشید صوفی صاحب. در بالای ارمونیه یک دانه ارمونیه یک بغل است، باز در پالی از یک دانه عکس جوره ای است. یک عکس کیست؟ یک عکس خانم عزیزم است. خواب که ما همیشه در اتاق سالونم که از عکس های جوره ای ما را ماندیم در اتاق ای از دوست داشتن است یا از ترسیدن؟ ولی از دوست داشتن است. به اتاق موسیقی اکثرم نمیه. این تصویر خانم عزیزم است که تقریبا من مدت 7 ماه میشه که ازدواج کردیم. واها ماشاءالله ماشاءالله، خداوند با پای هم پیر بسازه تانه. انشاءالله که چیز 7 ماه شده که حالا نمیتونیم سوال هم بپرسیم، اما امیدواری از غلو غلو اگه چیزه انشاءالله حتما انشاءالله کمپوس خواد کردیم دیگه. زنده باشین انشاءالله که بخیر باشه، بخیر نیک ساله باشه، فرق نمی کنن دختر بچه، فرق نمی کنن، یک ثمره باید باشه، چون با مو امید آدم آرسی میکنه که جاگزین داشته باشه. اما تو یک صوفی زاده دیگه باشه بخیر انشاءالله. زنده باشین، سلامت باشین. در کجا هستین صوفی صاحب؟ نبی جان گل، من در آلمان زندگی میکنم، در شهر فرانکفورت. فامیلی همونجا هستین؟ فعلا دیگه فامیلی را تشکیل دادیم. بله، منتها فامیل عزیزم پدر جان، مادر جان، دکتر سه برادرم افغانستان هستن و یک همشیرگه که نازنینم در آمریکا زندگی میکنن. یعنی شما امرای خانمتان در اینجا هستین که هستین اینجا هستین؟ بله بله. خوب است خوب است. یعنی من گفتم که اگه وقت حیوان تا چیز میکنه میگه فامیل ما، تنها زن خود فکر میکنه فامیل ما است، باز خانه و پدر و برادر اینا رو از اعضای فامیل بیرون میکنه. خدا کنه متنم. والا هر دو فامیل به اصطلاح جای خود دارن. خب در فامیل کادم کلان میشه، جای از اونا بیخی جای علایده است و فامیل را کادم تشکیل میده، جای از اونا هم در جای علایده است. هر دویشان فامیل هستن و این خوشبختی نصیب هر انسان مدعا میکنم باشه که همین دو فامیل داشته باشن. بله. این خودش یک توفیق بزرگ خداوند است که فامیلی که آدم در او پرورش پیدا میکنه، در او فامیل کران میشه، در او فامیل تمام زندگی آدم فامیلی که خودش پرورش میده. بله بله. و بعد از او باز آدم تشکیل خانواده میده و همین مسئولیت همینطور دست به دست و به اصطلاح مثل یک میراث واره بر انسان ها واگذار میشه که ما یک فامیل پرورش پیدا میکنیم و بالاخره باز ما یک تشکیل خانواده باید بدیم و یک فامیل را باید پرورش بدیم. بله دقیقا. دیگر دویز یک مسئولیت بسیار بزرگ است. دقیقا. تابلوهای خانه خیلی مقبول است. این رقص سما از یادگار مولانا همچنان مقبول معلوم میشه. خب بله بله. اینی که در گردن تون است نمیفهم چی است. این تابلو هم یک قصه داره نبی جان. قنمد همین سالگری که تقریبا همین سال که تیر شد سالگرد به اصطلاح خودم بود، سالگریم بود، بازی نمیرم خانم عزیزم بر من سرود جان صوفی بر من توفه دادن. من فهمیدم از یک عکسشان، از یک توفیشان. کدام چیز دیگه هم هست که خانمتان برتان داده بیارین پیش تصویر که باز گله نکنم؟ نه دیگه اینه به این خاطر اینجا ماندیم که این باید اصلا در دیوال نصب شود، من تا وقت شما یافتیم در دیوال نصب بکنم فعلا اینجا ماندیم میشه. صاحب خانه ات من گفته دیوال میخ نزنین. نه چیزی نمیگن، تا وقت که آدم در خانه است، در خانه کرایه زندگی میکنیم، تا وقت که آدم در خانه است میتونه آدم میخ بزنه، ولی وقتی که باز از خانه آدم برآمد باز جایش باید پت کنی. آها صوفی صاحب، اگر آهنگ از شما اگر بشنویم که ما دیگه در اوضای کرونایی در خانه به سر می در خانه به سر میبریم، به موسیقی به اینا خیلی ضرورت داریم، نمیشه به روز به خاطر قرنطینه بشکنانیم، سر ما زیاد فشار نبیار، سر قرنطین فشار بیاریم. به او خاطر خوب است که
شما هم کاری کنین از طریق دریچه های تلویزیون مردم هم این لحظه شما را میبینن، اونا هم در خانه در قاردن. اما آهنگ کمپوزش از شما، شعرش از غلام نبی عشقری است. بله روشن عزیز، دمی کرونا را خب انشاءالله ما شما چپا کردیم بخیالم، بخاطر از این که همه گی نمخدا بسیار تدابیر گرفتن، در تمام دنیا مردم زیاد مراعات میکنن، یکی داد مردم هایی که مراعات نمیکنن اونا هم بالاخره به این نتیجه رسیدن که باید از کرونا را جدی بگیرن و باید از در خانه بمانن تا این که جلوگیری بکنن از این که خودشان هم از این مرض و از این مصیبت رهایی پیدا بکنن و دیگه از جایی که در چهار طرف شان است اونا را هم جلوگیری بکنن از این خدای نخواسته به این مرض مبتلا شود. دیگه ما هم به این شکل در خانه های خود هستیم، قرنطین هستیم و قرنطین سخت به اصطلاح مراعات کردیم، فاصله ها را مراعات میکنیم تا فعلا نخو انشاءالله جور هستیم و قرنطین هم انشاءالله که پیش ما و شما جان می کرونا جان نداره به خیر انشاءالله. اما آهنگ اگر زحمت نمیشه من یکی از آهنگ هایی را براتون میخونم روشن عزیز که تصنیف از این نوشته از این آهنگ از خودم است، کمپوز از این آهنگ یکی از غزل های اونرمند های بسیار مشهور پاکستانی شاهنشاه غزل میدی حسن است که میره ثبت کردیم در تلویزیون هم نشر شده به نام دل آواره. و این دل آواره را من استفالیت سی آهنگ مشنیدم این کمپوز به اصطلاح و آرزوی مایی بود که اگر من یک وقت آوازخوان شوم هنرمند شوم باید به زبان فارسی بخوانم. بالاخره موفق به این شدم که تصنیف از ایرام از دعای بزرگا خودم نشته کنم و بسازم و ثبتش بکنم. آخر آوازخوان هم میرقم از رفته رفته آخر شاعر میشم والا مجبورن به خاطر از اینکه اکثرا بسیار مشکل است که آدم شعر به دل خود پیدا کنه. کتاب ها را که آدم ورق میزنه اکثر اشعار که ناب است اونا سروده شده خوانده شده و تکراری میباشه. بله. دیگه شاعرای عزیز ما هم خداوند زنده داشته باشیشان همیشه همکاری میکنن لطف میکنن، ولی بعضی اوقات به دل آدم اگر یک شعر پیدا نمیشه مجبور است آدم قلم بگیره یک چیز به اصطلاح کلمات اگر شعر نتونه یک پلنگ نوشته کنه حتما زمزمه میکنم خدمت شما روشن عزیز. لطف میکنم دل دل آوار در هوای تو است، عاشق چشم آشنای تو است، عاشق چشم آشنای تو است، دل آوار در هوای تو است. داغ هجران تو زباست دارم، داغ هجران تو زباست دارم، موج دل دشت لالای تو است، موج دل دشت لالای تو است، عاشق چشم آشنای تو است، عاشق چشم آشنای تو است، دل آوار در هوای
به 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 دل هاواره در هوای تو است، عاشق چشم آشنای تو است. آرزویم دم سخن با توست، رگ رگم تشنه صدای تو است. میفهم میفهم، ولی معلوم میشه چون نمیفهم که انگه اونجا هستن نیستن، هدف کجا بوده؟ چون شعر از شماست، باید از شما پرسان کنم. میگم آقا واسخانه را قایم میگیرم، میگه شاعر گفته، خدا میگم میکشه. اینجا شعر از خودتان است، به اون خاطر باید شما جواب بتین که هدف کی بوده؟ والا روشن صاحب عزیز، امی هنرمند، شاعر، نقاش، در کل امی هنرمند ها بدون عشق زندگی کرده ایش نمیتونن. عشق همیشه در هنرمند ها جاری است، در کسایی که می نویسن. به هر گونه که باشه، خیال پردازی ها و انگیزه ها بر آدم رخ میده. اگر وقت شیشته شیشته، اگر یک سوژه بیخی آدم در اون سوژه نباشه، اما اون سوژه بر آدم میآید. از رنگ اجتماع فرزن، از هر پدیده که ما در چهار اطراف ما هست، ما زندگی میکنیم، از امو ما میتونیم که یکان انگیزه بگیریم و یکان وقت خودش میآید. یکان وقت تو یک الهام است که بر آدم پیدا میشه و ما هنرمندا در هر قالب باید از خود پیدا بکنیم. اگر عاشق باشیم یا نباشیم، باید از که عاشقانه به اصطلاح هم یک آهنگ که بر ما داده میشه که بکنیم، باید رو عاشق شویم. که آوازخوانا، شاعرا، هنرمندا، هر چی در ذهنشان، دلشان میگرده، در زبان و در قلمشان است. اما بعضی در دل تنها در دل خود نگاه میکنن، به حضور مردم میگه بله. یک چشم داره ای خدا از این جواب بده. همین موضوع است، چون همی باز میگم نویسنده و هنرمنده زبان مردم هستند. شاید در تمام دنیا همه قدر انسان هایی که از کل شاعر و هنرمند است، ولی بسیاری انسان ها در درون خود هنرمند و شاعر هستند. بسیاری که استعداد کشیدنش یا مثلا نمو بیرون کردنش دارن، اونا باز یا هنرمند میشن یا شاعر میشن یا نقاش میشن. خلاصه از همی هنرهایی که انتخاب میکنن که همو احساسات خود و از دیگه اطرافیان خود در قالب تصویر یا در قالب صدا یا در قالب قلم بکشن. دقیقاً. دیگه اگه استعداد است که بعضی انسان ها دارن و بعضی ها شاید ندارن. دقیقاً. خب از کارهای هنری تازه چی کردین صوفی صاحب؟ در خانه هستین، در اینجا امکانات ثبت دارین در بین خانه، در استودیوی که گفتین یا ای که باید بیرون ثبت کنین؟ بلا به اساس کارهایی که من پیش میبرم اینجا و امکاناتی که من اینجا دارم، یک مقدار امکانات هست که من میتونم یک مقدار کارهای آهنگای خود در اینجا تمام بکنم. و در این طول قرنطین هم شما باور بکنید که من شبانه روزی، یعنی بدون قرنطین هم بوده که من میشه کار کردیم و در این آلمان هم که زندگی میکنم، مسئولیت من در پالی درس و گپا تنها موسیقی است. آهنگای نو ساختیم، کمپوزای نو ساختیم، بعضی موزیکا را خودم به اصطلاح به شکل خام ارنج کردیم، باندیم. ولی کار به تنهایی نمیشه. یک هنرمند نمیتونه به تنهایی هم ارنجر باشه، هم ساوند انجینیر باشه، هم همه چیز باشه. واضح است که در اینجا ساخت تصویر بسیار رول مهمه داره، ساخت موسیقی رول مهمه داره که به کیفیت و کوالیتی بالا باشه. متاسفانه من 3-4 آهنگ را که دارم که باید است که تمام شوه و باید با استودیو ها به اصطلاح یعنی صدا و ارنج و گپای خود به شکل پروفشنال تر کار بکنم، نتونستم به خاطر از خاطر قرنطینه نمیتونم بیرون برایم. و یک آهنگ که من خاصتا آهنگ تصوفی بود، قوالی بود، برای رمضان شریف و بر مناسبت های مذهبی ما شما او را ثبت کرده بودم. تصویرش تقریبا در 40% یا 45% یا 50% رسیده بود و متباقیش که باید من میرفتم در ترکیه ثبت میکردم در شهر استانبول، بازم پروازا کنسل شد و تک تکای ما هم سوخت، نتونستم که برم او را به اصطلاح ثبت بکنم و به اتمام برسانم و بر رمضان شریف یک توفیه بر هموطنهای ما و هموطنهای متدین ما تقدیم بکنم برشان. ولی بازم امیدوار هستیم که بخیر قرنطین بگذره و ما کارهای خود انشاءالله دوباره به خیر باشه. بسیاری رو کارشان همونطور مونده، انشاءالله که همین قرنطین تمام شده و کلک در کارهای خود برسن. بسیار زیاد از وقت گرانبها تشکر که بر ما دادین صوفی صاحب. سلامت باشین روشن عزیز. من خو همیشه وقت تعقیبگر برنامه های بسیار زیبای خودت بودیم از ابتدا و افتخار همکاری را ما و شما در یک جای داشتیم که یک مدت با شما هم کار بودیم و خاطرات بسیار خوش هم برایتان داریم. دوستان داریم به خدا، تمام افغان ها داریم در سراسر دنیا دوستتان داره. و ضمناً فراموشم شد در ابتدای صحبت ها شیرین بود که خدا کنه که رمضان شریف مردم عزیز ما دایی شب و روز پر مشقت قرنطینه و کرونا به خوبی و به
سعادت و با عبادات و طاعات و قبولیشان سپری کرده باشن و همچنان ایده و بسیار خوشی و سلامتی و صحتمندی سپری کرده باشن، چون هم رمضان رمضان قرنطینی بود و هم عید قرنطینی بود. خدا کنه که هم از این موضوعات ها به صحتمندی و به بسیار جان جور سپری کرده باشن. فراد رامکی هم برتان قبلم نگفته، گفته که نام مرا بگیرین، نگرفتین یادش رفتین. رامکی عزیزم از طریق امی کامرا برش درود و سلام بفرستم. یار عزیزم شوخی بست او را ما غیر آزار میتون میگفت تو قبل از یک تماس هم هنگ میگم چیز میکنی بر از اونا میگی که نام مرا اتمن بگیری. دایرکتر بسیار موفق است رامکی عزیز، من دوستش دارم سخت. میفهم. سلامت باشین، زنده باشین، خیلی خوش شدم. همچنان سلامت باشین. سرشوازی شما رو تمنا میکنم. اوقات خوش به تمام شما و بر همکارای عزیز و بر ملت مردم افغانستان. سلامت باشین. تمنا میکنم. خب بیننده عزیز، میریم به طرف یک وقفه، بعد از وقفه صحبت های شیرین دیگه هم خواهد داشتیم. چای در چیزت چای نکرد چای نکرد چیزش خراب شد. برای از چای تیر، از این چای تیر تا جایی که پردیتور باشه که چای میخوره. با تشکر خاص از شرکت نوشابه های غیر الکلی عبید گلزار بابت حمایت مالی برنامه قرنطین. با انرژی پردیتور به سلطنت خیش و کن فرما باشید. پشت چای مای نگر بیاین داخل بریم که حتما میمان آمده. باز داخل خانه آمدم. هنوز من میفهم که اگر امکان داره امی بانو بارکزای سایی با ما رو کنین که ما قزنه گپ بزنم. شکریه بارکزای پرودوسر. خب سفیر اسبق افغانستان در ناروی بودن، خب وکیل پارلمان هم بودن. از ما سوال کده میرن پرودوسر، از ما میخواین امتحان بگیرین؟ دقیقا دقیقا. سلام علیکم بارکزای سیب. سلام و سلامتی، خوب هستین انشالله؟ شکر زنده باشین. از شما پیشتر یک مصاحبه دادم به خاطر از اینکه به شما وصل شدم. من پرودوسر از ما پرسان کده میره که چیکاره بودن، باز چیکاره بودن، باز چیکاره بودن، رنگ رنگ از ما میپرسن. حالا بزرگای کشور میتونن از هر سمت به سمت سمت دیگه برن وظیفه اجرا کنن، بالاخره خدمت کنن همونقدر که برای خود جرات میتن، در پوست میزانن کار کنن. خوب هستین انشالله؟ زنده باشین. تشکر. اما این بزرگای کشورتان اگر هیچ سمت نداشته باشن که هیچ هست؟ ولی اینمی که دو کلمه از پرده تلویزیون بگن اینمی بزرگترین خدمت هست، چون خیلی مردم اینا رو کارهایشان تعقیب میکنن، مثل که شما رو تعقیب میکنن، حتی بعضی از خانمها شما رو الگو قرار دادن، میخواین در رد پایتان پای بانن بیاین. بر از اینا خیلی امیدوار کننده است که شما رو ببینن و مثل شما میخواین زندگی داشته باشن. خداوند همیشان موفق و سرفراز داشته باشه. انشالله که بخت اقبال بلندتر داشته باشن و اعتماد به نفس و باور دارم بهترین جایگاه را میتونن داشته باشن. بسیار خب. در 3-4 روزی اید چه رقم گذشت؟ ایدی دادین برکز؟ چی کردین؟ والا اید بسیار اید عجیب بود. اول خب من خوشایند بود که تقریبا 4 سال بعد من اید در کابل تجلیل میکردم. ماشاءالله. صرف نظر از قصه کرونا. بر من اید بسیار اید مقبول بود. بخاطر از اینکه پس در سرزمینم بودم، با مردمم بودم. قرنطینه مراعات کردم. متاسفانه نتونستم که پیش دوستا برم. یگان دوستک ها آمدن، خانهشان آباد لطف کردن. اما نبی جان شاید اضافه تر از خدا گردن و نگیرم، شاید اضافه تر از 1000
پیامی که دریافت کرده بودم پس دوباره با ثانیه های پیام صوتی جواب دادم و این دیگه بسیار بسیار از نوشته دیگه خلاص شده بود که من پس دوباره اوترام خوشم نمیامد که بعد کلگی یک پیام نشته کنم روان کنم، اما هر کدام خواستم به احترام احساسشان و پیامشان دوباره بشان پیام بدم. ماشاءالله خب میگن نمیره میگن که احساس داشته، نمیره میگن که مردم داری شما هستین کارا میکنین. بعضی‌ها را برشان پیام میمونیم، خوب میبینیم که پیام ما را دیده شنیده خوانده اما پس جواب نمیده، باز برش میگیم جواب نداد. اگر رو در رو شویم واسه چی میگم حالا من اینترنت ندارم، در حال کجا معلوم میشه که دیده شده؟ خب دیگه نگات بانوس کل پیام ما را خلاص نکردیم. خب خب اما اکثریش شاید جواب داده باشن. بله آفرین تان، آفرین تان. خب این از حوصله‌مندی تان است و اینمیره میگن طریقه مردمداری، امیره میگن که خدمتگزاری. شما در خانه که میمان میامد از قرنطین از کرونا اینا نمیترسیدین؟ چه رقم مقابل میشیدین با اونا؟ با از کرونا ترسیدن مانا نداره، با کرونا جنگیدن مهم است. اگه شما بترسین مورالتان ضعیف میشه، حتما کرونا به سراغتان میاد. اما اگه مورال قوی دارین و تدابیر جدی را اتخاذ میکنین، باز دیگه کرونا از شما میترسه. نال ارتباط میگیره که میترسی یا میترسانیش. خب از این معلوم میشه که حتما در دالیز خانه پیش از اینکه میمونه در خانه داره یک شاور نصب کردین که مواد ضد عفونی از شاور سرشان میامده. نه فقط کافی بود که پای پاکای که بیرون از خانه است باید تمیز و پاک باشه و مواد ضد عفونی داشته باشه. بسگیرا وقتاً فوقتاً باید مواد ضد عفونی زده میشد و بر میمونام مواد که لازم بود برشان میدادیم بر دستایشان. بعد خب ممکن در پالی هر میودانی یک بندل ماسک هم مانده بودین؟ نه اتفاقا ماسک نمانده بودم، اما اون فاصله اجتماعی را در نشستن رعایت میکردیم. میمان که زیاد میشد باز ریالی میرفتیم. ما برای تهیه کننده برنامه می نقطه را گفتن پیش از اینکه ما بگویم شما خودتان گفتین میگن میمان ها را در ریالی زیادتر پذیری میکردین. بله بسیار خوب کردین، به خاطر از اینکه مردم از شما تعقیب میکنند که بزرگای از کشور چه قسم خیلی میمانداری میکنند که قرنطینه مراعات میکنند. دقیقا اینمی نقطه را باید اونام در نظر بگیرن. اگر میمان می آدم نمیتونه بگه که نبیا، به خاطر مجبور است که بعض راه های حل بسنجن که شما امید که یک نقطه را گفتین که در روی اولی میتونین پذیرایی کنین. ریالی میتونیم پذیرایی کنیم به شیوه خوبتر، یعنی در قسمت تهیه میوه اگر میوه خشک میمانین باید یک قاشق بانین که هر کس هم یک قاشق بگیره دست خود نزنه به میوه دانی. من فکر میکنم راه های بسیار ساده هم وجود داره که ما از این آفت خود نجات بتیم. خب برگزه سیب کسر ایدی هم دادین یا اون مودش رفته دیگاله؟ نه ایدی خوب بهترین رسم است. بله کسانی بودن که ایدی هم دریافت کردن. خب بیم پشت از اون نگردیم، چرا در اید از ایدی پسند؟ چرا ما پشت اون هم میکردم، من خیلی وقت شده برای کسی ایدی نمیتا میگن تو کلان آدم شدی حالا ایدی میخوایی. بله برای بر برنامه های تلویزیونی حضور خودم کلانترین ایدی بود، ببخشین دیگه اگر خودتایی نشه. شوخی کردم. نه خواهش میکنم. اید اصلا از افعال است میگن باید برفعال ایدی بده. خب اما بزرگترین ایدی که دادین که پیسه زیاد بوده چند بوده؟ از پیسه کار نگرفتیم اما لباس باشد. آها خیلی خوب، خیلی خوب که امو برای خود هر چیز بتانن بگیرن نشده دیگه، اما لباس ها دادین که اینه میره پوش اینه می ایدی هست. خب بسیار زیاد تشکر از وقت گرانبها. بازم به عنوان آخرین پیام از شما اگر بشنویم و بشنوانیم. زنده باشین. پیامای ما همیشه پیامای چی برتان بگم متفاوت است در مردم عزیزه. ما برشان میگم کرونا را از خود بترسانیم، فاصله اجتماعی را رعایت کنیم، بسیار مورال ضعیف نداشته باشین در برابر این مرض مهلک و کشنده در بسا موارد. هوا گرم میشه دیگه، هم راز ساری هم متاسفانه میگه در نقاط مختلف افغانستان از جمله کابل جان عزیز ما نشانه های خود بر ملا ساخته. لطفا مواظب صحت و سلامتی تان باشین و به جنبش بیداری فکر کنین که به زودی اعلام میشه. آها آه. این نامه
یک رقم به احساس گفتین که ما باید بالاش فکر کنم. چی بود؟ بیداری. جنبش بیداری. بیدار بشیم. بیدار میشیم بله. شاید نام رسمیش یک چیز دیگه بیه. اما هدفش بیدار ساختن است. آها. یعنی ما باید از یک خواب 40 ساله باید برون بیاییم. سیست؟ روی پای خود بیست. انشاءالله. واگانه تصمیم بگیریم. بله. دقیقا. خوب فرمودین. بسیار زیاد تشکر از وقت گرانبها و خداحافظ. زنده و سلامت باشین. الله یار و نگهدارتان. سلامت باشین. خب دوستان، با خانم شکریه بارکزی، سفیر اسبق افغانستان در ناروی و همچنان نماینده مردم در پارلمان که وظیفه سابقهشان بود و فعلا در خانه هستند، همچنان پذیرایی میکنند از میمانا. خب یکی از بزرگای از کشور هستند، صحبت داشتیم. حالا میریم به طرف وقفه، بعد از وقفه باز هم صحبت های خواهد داشتیم. غم گذشتن است، ماتم گذشتن است، این غم گذشتن است، ماتم گذشتن است، با خنده ها دوباره هوا خوب با پریزیتور و سلطنت خیش و کن فرما باشید، شیر میشه. خب امی کرونا در کجا هست؟ چطور هست؟ چقدر نفر گرفت؟ چقدر خطرناک هست؟ چقدر وقت دیگه می باشه؟ چقدر باید احتیاط کنیم؟ چقدر قرنطین باشیم؟ کل سوال هاییست که همگی داریم. به این خاطر می خواهیم با دکتر صاحب پرویز داوود عین از لندن وصل شویم و همین سوال ها رو مطرح کنیم که بالای کیها زیاد تاثیر داره، کدام آدم ها می توانند ضعیف واقع شوند مقابل کرونا، کدام ها می توانند مقاومت کنند. همین رو می خواهیم بپرسیم. دکتر صاحب داوود، سلام علیکم. سلام. چال دارین آقای نبی روشن؟ خوب هستین؟ الحمدلله سلامت باشین. شما خوب هستین؟ انشاءالله بخیر هستین. عید بخیر سپری شد. سلامت باشین. عید شما هم مبارک. عیدای گذشته به همگی مبارک. انشاءالله که عید همگی بدون از کرونا تیر شده باشه. بخیر تیر شده باشه. سلامت باشین، زنده باشین، لطف دارین. دکتر صاحب بیایم سر سوالا. میگن سیر سعودی ویروس کرونا دوباره یک بار شروع میشه، این واقعیت داره؟ بر فعلا چیزی که ما شنیدیم از سازمان بهداشتی جهانی، ترس و خوف از این میره و یا این آگاهی را باید همه دنیا داشته باشه که یک بار دیگر موج جدید از کرونا، سیر جدید از این، دوباره امکانات از این است که به وقوع بپیونده. مگر در شرایطی که افغانستان به سر میبره، اخبار را که هر روز ما دنبال میکنیم، متاسفانه امو موج اول هنوز رو به بزرگتر شدن است و هر روز قربانی های بیشتر میگیره و در این روزهای بسیار نزدیک دوستای بسیار نزدیک ما را از دست دادیم که خداوند غریق رحمت کنیشون از اثر امی تکلیف کرونا. مثلا دو تا هم مسلک های ما که در کابل در شفاخانه وزیر اکبر خان جان های شیرین خود از دست دادن و در ولایت بلخ چند تا از چهره های بسیار نامدار به اثر مبتلا شدن به ویروس کرونا متاسفانه که از دست دادیمشون. در نظرتان علت چی بوده که ما دمی حمله اول کرونا تلفات داده رستیم؟ علت چی از نظرتان؟ به نظر ما چون ما همو آمادگی ها را نداشتیم، خصوصا در افغانستان، و ایر زیاد مردم ما کرونا را جدی نگرفتن و هنوز هم جدی نمیگیرن. مثلا در روزهای عید یا در رمضان دیدیم که در چندین مناطق مختلف افغانستان اجتماعی بزرگ را برگزار کردن، مسائل ماسک و دستکش و دور بودن زیاد مردم سرش توجه نکردن و متاسفانه فعلا در افغانستان هنوز این ویروس رو به گسترش است، اما موج اول از این و هیچ در موج دوم یا در سیر دوم هنوز در اونجا نرسیدیم. ترس از این میره که شاید تعداد کسایی که مبتلا به ویروس کرونا است خیلی به مراتب بیشتر از کسایی است که فعلا نتایجشان معلوم شده و این قربانی میگیره. متاسفانه که امکانات لازم هم در دسترس قرار نداره
مثلا طرف ماشینای ونتیلیتر که شما میبینین و یا کسایی که به اکسیژن ضرورت دارن، اکثرا من میشنوم که اکسیژن اینا مقطعی میگیرن. مثلا یک قسمت وقت اینا اکسیژن میگیرن برای یک ساعت یا دو ساعت یا نیم ساعت، باز اکسیژن را پس میکنن، در حالی که اینا سچوریشن لیول خون از یا اکسیژن خون از یا به مراتب پایان تر است و اینا باید اکسیژن تا وقتی که امو مقدار معینش مشخص شود که بالاتر از 90 یا 94 یا 95 که نرمالش است به اون سطح برسه. مثلا یک مریض من شخصا همراهش به تماس هستم، او نمیخواد به شفاخانه بره. از دوستای نزدیک ما است، بسیار آدم اکادمیک هم است، همه مسائل میفهمند و اکسیژن از اونها در پایانتر از 85 قرار داره. یعنی اگر نزد ما اینجا باشن، او باید به اکسیژن وصل باشن، یعنی تا وقتی که پس لیول اکسیژن از او به 94 یا بلندتر برسه، او باید که اکسیژن همیشه بگیره برای چند روز. مگر اونا حتی حاضر به این نیستن که به شفاخانه مراجعه کنند. در خانه بالون اکسیژن دارن، یک چند ثانیه که میگیرن باز پس میکنن، میگه خوش من اومدن. اکسیژن یعنی باید اینا رو مجبور برای تو آدما اکسیژن های مختلف به طعم کیله به طعم مالته بسازیم که خوششان بیاد. کاش که باید تمامی بود. کار کردن میتونن که ویتامین دی و ویتامین سی بسیار موثر است به خاطر سیستم دفاعی را بالا بردنش به می ویروس کرونا و مشکل بزرگی که ویروس کرونا فعلا ایجاد میکنه، انسان ها به شکل نرمال میباشه و سمتمای دیگه یا علائم و اعراض مثل تاو و گروندردی یا از بین میره، مگر مسائل نفس کشیدن، نفس تنگی در بعضی از اشخاص باقی میمانه که اونمو مسئله خطرناکتر است از همه و به او اکسیژن ضرورت است، چون باید که کاربون دای اکساید از خون خارج شود و اکسیژن وقتی که برای داده میشه این کار صورت میگیره. و در دو طرف شش انسان که بایلترال میگن آثار و علائم اینمی مشکل کرونایی یا التهاب از این دیده میشه در شش ها که باعث نفس کوتاهی یا نفس نکشیدن یا دلتنگی مریض شده میتونه و با سلفه های مکرر پای در پای مریض سلفه میکنه و در این صورت اینا اکسیژن لازم ضرورت دارن که بگیرن. یعنی خیلی مهم است که اینا مراجعه بکنن به مراکز صحی. بسیار خوب دکتر صاحب، آیا گروپ های خون هم تاثیر داره در مقابل مقاومت کردن به کرونا اینا؟ یعنی که گروپ های خون انسان ها فرق میکنن نسبت به دیگرشان، چند گروپ خون داریم یا اینا هنوز ثابت نشده تک چیزه؟ نه خیر، نه گروپ خون ما در این مورد چیزی هنوز نشنیم. من فکر نمی کنم که کدام تاثیر خاص داشته باشه، بلکه ای به مقاومت بدن هر شخص تعلق داره، کدام امراض و تکالیف دیگره این مریض داره، در کدام سن و سال است، سن و سالش چقدر است و من مثلا از نظر وزنش زیاد است یا کم است یا انسان اکتیو و ورزش میکنه یا کسی است که مثلا ورزش نمیکنه، اینا زیاد تاثیر داره. و در اکثر اوقات کسایی که سنایشون بالاتر است طبعا و یا یکان تکالیف دیگه دارن، اونا زیادتر متضرر میشن از کسایی که جوانتر هستن و یا تکلیف ندارن. ولی این به این معنی نیست که اونا را نمیگیره. دوستای بسیار نزدیک ما در سن 34 سالگی در همین کابل به خاطر امی کمبود اکسیژن از بین رفت، چند روز بعد پدرشون متاسفانه که اونا هم از بین رفتن. خب دکتر صاحب، خداوند اونا را بیامرزه. شما به عنوان یک دکتر زیادتر از خبرهای صحی سازمان جهان زیادتر خبر دارین، آیا به نظر شما حمله دوم کرونا بالای زمین خواهد شد یا خیر؟ این خب بعد ممکن یا غیر ممکن اینطوری ها گفتن. بله خب، قسمی که ما به حساب اینجا مشاهده میکنیم، فعلا کرونا در بعض کشورها آمار مرگ و میرش کم شده میره، یعنی انفکشن و ایگپا کم شده میره، باز چند روز به بعد میبینیم کم بیشتر میشه. مثلا در انگلستان تعداد مرگ و میر به 100 و چند نفر رسیده بود چند روز پیش، مگر دیروز باز 458 نفر یا بیشتر از او را قربانی گرفت. فلهازا ترس از این وجود داره که دوباره عمله دوباره یا سیر دوباره ویروس کرونا میتونه دوباره گسترش پیدا کنه، یعنی این همو ویروس هست لیکن انفکشن از این یا انتشار از این میتونه که دوباره پس سرعتش بیشتر شود. سرعتش بیشتر شود و ترس بیشتر از این میره که وقت مسائل فصل سرما میرسه، تا او وقت هم یعنی ترس و خوف از این وجود داره و ما بسیار باید آگاهانه پیش بریم و ایره نادیده نگیریم. کسایی را که یک بار کرونا گرفته
در گذشته اونا ایمین سیستمشان بالا رفته، انتیبادی ها بدن از آر ریلیز شده، چانس از او بسیار زیاد کم است که اونا داره دوباره بگیره یا دوباره اونا ویروس انتقال بتن به کسای دیگه. تا فعلا خصاب امی است که اونا را یعنی اونا نوبت خود را تیر کردن آقای نبی. و ای به این معنی نیست که کسی را که کرونا گرفت ما از او فرار کنیم یا ای اگر خراب باشه، چون این سر عام مردم است. سر عام مردم است. ما در بعض جای شنیدم که دوستان ما از در اثر تکلیف کرونا متاسفانه از بین رفتن، ولی فامیل و خانوادهشون کوشش میکنن که ایره نام کرونا نتن، چون اگر حقیقت همی باشه که ثابت شده باشن، جای ترس هم نیست، جای خوف هم نیست. خداوند درجه شهادت نصیبشان بگردن. سلامت باشین دکتر صاحب. پیام شما به عنوان یک دکتری که در لندن هستین و از این مسائل زیادتر خبر دارین، آگاه هستین، با تکنولوژی پیشرفته برخورد کردین با مریضا، ممکن پیام شما برای مردم چی است که جدی بگیرن؟ از نظر از زبان شما بشنوان، حداقل ما هر چی داد میزنیم کس دقیق ما نیست، میگم برو بابا کرونا مرونا دروغ است، یک پروژه است و میتو چزا آوازه بین مردم از دیجا. پیام شما را اگر داشته باشیم در اخیر. تشکر. پیام ما همی است که تمام عزیزا و دوستای ما به خود دل بسوزانن و کسایی که در اطراف ما شما هستن به اونا دل بسوزانیم و تا آخرین مراحل، چون کل دنیا با این پدیده دست و پنجه نرم میکنن فعلا، این یک مشکل جدی و واقعی است. تا حد درست است که بعضی کشورها شاید از این استفاده های سیاسی و اقتصادی خود بکنن، ولی جهان واقعا متضرر ساخته، صحت مردم متضرر ساخته، زندگی اجتماعی مردم متضرر ساخته. پیام به شما همی است که این مسئله را تا وقتی که درست پیگیری نشه جدی بگیرین. لطفا از طبیبای ما هم خواهش میکنم که از دادن دواهای هر قسم انتیبیوتیکا و یا خودداری کنن. مثلا هایدروکسی کلوروکین دوستا نمیفهمیدن و در بسیاری مریضای را تطبیق میکنن، در حالی که در فرانسه فعلا بیخی بند شد، اصلا اجازه نیست که دوباره داده شد، چون به مریضایی که داده شده بود اونا تکلیف های قلبی بیشتر پیدا کردن، سر قلب از اونا تاثیر کرد. و اگر شما مسائل دو متر فاصله و از خانه بیرون برآمدن مد نظر گرفته نمیتونین، براتون مشکل است، ماسک باید استفاده بکنین. در انگلستان هم به می اساس پیش میرن، کسی که بیرون میرن حتی میخوان که مکاتب دوباره شروع کنن، ولی امو جراتش هنوز امکاناتش پیدا نشده، میخوان که بکنن و آهسته آهسته تا آخر ماه جون تا یک ماه دیگه کوشش دارن که بعضی مکاتب باز کنن، بعضی دوکان ها و مارکت ها و اینا باشه، بسیار با آهستگی و بسیار با احتیاط، که اگر موج دوم یا سیر دوم از این سرایت شروع میشه آمادگی لازم داشته باشن که دوباره پس به قرنطینه دائمی یا برای چه وقت درست. اینجا هم یک شایعه شد که پانتون و مکتب اینا ممکن باز شوه، اما والی صاحب کابل رد کردن، گفتن نه هنوز کدام خبر نداریم از طرف وزارت صحت که ما اطمینان پیدا کنیم و دانشگاه را باز کنیم، پانتون ها را دیگه هم طور ماند. خب بسیار زیاد تشکر از پیام زیبایتان دکتر صاحب، خیلی تشکر به خاطر از اینکه شما به عنوان یک دکتر بر ما معلومات دادین، حتی نام از دوای ملاریا را گرفتین، چی بود؟ هایدروکسی کلوروکین. هایدروکسی کلوروکین. از او استفاده نکنین میگن دکتر صاحبا، شنیدین؟ بعضی آدم میکنن، مگر مثلا در فرانسه که اول شروع شده بود امو تحقیق اولی، نتایج او یکم خوب بود، فعلا میگن فعلا بیخی اصلا اجازه نیست که از دوا برشون داده شد. زنده باشین دکتر صاحب. لطف کردین. تشکر یک جان. مهربان هستین. سلام علیکم. خب دکتر صاحب با ما مصاحبه خوب داشتن، خیلی معلومات دادن و تشکری میکنم از دکتر صاحب، به خاطر از اینکه حتی بر دکتر صاحب یک راهنمایی کردن، گفتن که شما این از این دوا استفاده نکنین به خاطر تکلیف قلبی را زیاد میکنن، ممکن کرونا را از بین ببرن، اما تکلیف قلبی جدیتر از کرونا هست البته. خب میریم به طرف یک وقفه، زود برمیگردیم. علم دلم کنیم مانند گل به خاطر پروانه بمانیم، مانند گل به خاطر پروانه بمانیم، در خانه بمانیم صمیمانه بمانیم، در خانه بمانیم صمیمانه بمانیم، خانه جای ماست. خب دوستان آخرین روز بازی ما با فوقانه ها بود،
سر شنبه و سخات کرده میشه، چرا که ای از عید نشانی بود و ای هم هفته عیدی بود که تا آخر با خود نگاهش کردیم. به عنوان خوشحالی اینمی سرخه انتخاب میکنم. میریم تصاویری که شما فرستادین را میبینیم. من میرم طرف آشپزخانه که یک لقمه نان بخورم. دور از دلتان. I hope you're doing great, Ashiel. I'm Muhammad, and I wanna tell you something very important. So it is what it is. It's coronavirus. So be careful and lock down yourself at home and learn English like an American or like me, Indy. No, line up, خوب چیز بوده. از ما شما خدا حافظ. از ما و نان خدا حافظی نه و بسم الله الرحمن الرحیم.